آنچه که تا دهه هفتاد خواندیم و دیدیم این بود در کتاب های درسی از کلاس اول همیشه در دوران حکومت شاهنشاهی نقشه ایران دارای دریای مکران، خلیج فارس، دریاچه خزر بوده پس از سال 57 و, و تا دهه 60 نیز این روند ادامه داشت اما از اواخر دهه 60 و آغاز دهه هفتاد اندک اندک دیگر این نقشه به چشم ما نخورد دریای خزر آهسته آهسته کوچک و کوچکتر شد دریای مکران و خلیج فارس را از دست دادیم و آنچه که امروز میبینیم این است جمهوری اسلامی از سال 57 آهسته آهسته ایران را فروخت و امروز سایت های مختلف دولتی، نیمه دولتی و خصوصی بدون ترس و واهمه و بیمهابا نقشه ایران را بدون خلیج فارس، بدون دریای مکران و بدون دریای خزر منتشر می کنند. در کتب درسی، وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی نیز این نقشه را در ازهان کودکان ما هک کرده است. آهسته آهسته گربه زیبای ما بدون سر و دم شد و مردم متعجب اما جای تعجب ندارد. با این همه فشاری که بر روی اذهان عمی جامعه فشار اقتصادی، ترس و رعب و وحشت از مرگ و مختلف از قبیل زلزله، سیل کرونا قطعی و خوشسالی هست هیچ تعجبی ندارد و اما اپوزیسیون دروغین ساختگی و صادراتی کجاست اپوزیسیون پرمدعایی که همه چیز را مثلا زیر ذره بین داره کجاست چرا به این مسائل اشاره نمی کنه؟ چند ماه پیش وبسایت رسمی دانشگاه آزاد اسلامی جمهوری اسلامی همین خلیج فارس رو به اسم خلیج عربی منتشر کرد و در وبسایت رسمیش اینو ثبت کرد دو استاد دانشگاه از بین بیش از 85 هزار استاد دانشگاه که میتوان گفت آنها نخبگان و تکنوکرات جامعه امروز ایرانی هستند فقط دو تن به این کار دانشگاه آزاد اعتراض کردند که نتیجه آن تعلیق از ادامه تدریس در دانشگاه گردید هرچند شاید باره به این اساتید اجازه کار آن هم با دادن تعهد داده شود چرا اپوزیسیون دروغین ساختگی و صادراتی اشاره نکرد و اما امروز یکی از مهمترین بخش های هر جامعه بخش ارتباطات و شرکت همراه اول این کار را کرده است سایت شرکت همراه اول را میبینید mci.ir شما میتونید این بخش ها را خودتون مشاهده بفرمایید انتخاب کنید در بخش گزینه مناطق تحت پوشش اینترنت وقتی شما زوم میکنید روی خلیج همیشگی فارس چیزی را نخواهیدید به غیر از آنکه نوشته شده خلیج عربی تعجب نکنید این در وبسایت رسمی تلفن همراه اول قابل مشاهده است در ایران در جایی که جمهوری اسلامی دم از اقتدار دم از قدرت برتر منطقه میزند و امروز الخلیج العربی به جای خلیج همیشگی فارس بر روی این وبسایت داره خودشو به نمایش میذاره و هیچ کس هیچ اعتراضی نمیکنه اما بریم سرچ کنیم خلیج فارس ببینیم در این وبسایت چه نتیجه رو به ما خواهد داد خلیج فارس ما خلیج فارس رو در بخش جستجوگر میزنیم چیزی جواب نمیده و چیزی رو به ما نشون نمیده وقتی خلیج عربی میزنی میزنه الخلیج العربی ال ایران اما خلیج فارس جواب نمیده یعنی در این وبسایت در الگوریتمی که نوشته شده هیچ چیزی به اسم خلیج فارس وجود نداره تا پیدا کنه اما خودشون رسما در برنامه نویسی این وبسایت اشاره کردن به الخلیج العربی ایران و این جای تعجب نداره چون جمهوری اسلامی از سال 57 برای انجام این وظیفه به ایران حمله کرد وقتی خلیج فارس میزنیم باز هم پاسخ همان است اگر خلیج پارس امتحان کنیم شاید با پارس زده باشند خلیج پارس چیزی پیدا نمی شود چیزی پیدا نمی شود اما امروز شما شاهد اون هستید کشور امارات متحده عربی که صرفا از 1971 به رسمیت شناخته شده و با جمعیتی تقریبا یک میلیون و پانصد هزار نفر انگشت گذاشته روست جزیره ایرانی تون به کوچک و بزرگ و ابو موسا و این دقیقا همان چیزی که جمهوری اسلامی داره بهش تن میده هوشیار باشید که کشور را تکه تکه واگذار میکنند پاینده ایران بزرگ تا ابد جاوید